خانه های خالی ستاره. سلام ستاره باهوشم. قصه امروز جوجه تیغی و خرگوش. در روزگاران قدیم در جنگلی سرسبز دوتا جوجه تیغی که برادرای دوقلو بودن و کاملا شبیه هم توی لونه کوچولو زندگی می کردن. در همسایگی اونها خرگوشی هم زندگی می کرد که بسیار نادون و از خود راضی بود. اون هر حیوانی رو که می دید به یه دلیلی مسخره می کرد و بهش می خندید. صبح یه روز بهاری جوجه تیغی ها از خواب بیدار شدن و با لبخند به هم صبح بخیر گفتن. بعدم تیغ تیغی پرده رو کنار زد و پنجره رو باز کرد و نفس عمیقی کشید و گفت: به به، عجب هوای خوب و خودکی. پاشو پاشو تیغ تیغک، پاشو بری یه کپ تو این هوای خوب بهاری قدم بزنی، بعد بیایم صبحونه بخوریم. پاشو تو برو تیغ تیغی، من حوصله ندارم. حوصله نداری؟ چرا؟ تو که خیلی سرحال به نظر میرسی. سرحال هستم، اما حوصله روبرو شدن با اون خرگوش از خود راضی و نادون رو ندارم. نه 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 تیغ تیغک، تو نباید در مورد بقیه اینجوری حرف بزنی. خرگوش هر چقدر از خود راضی و نادون باشه ولی باز همسایه ماست، تو نباید بهش بی احترامی کنی. اون چی؟ اون اجازه داره همه رو مسخره کنه و به همه بخنده؟ خب نه نه نه، اونم اجازه نداره، کارش اشتباهه. اگه اجازه نداره پس چرا هر وقت ما رو میبینه یه چیزی در مورد پاهای کوتاه و کج ما میگه و میخنده؟ اون حتی دوقلو بودن و شباهت زیاد ما دوتارم مسخره میکنه. خب گفتم که اشتباه میکنه، مطمئن باش بالاخره به اشتباهش پی میبره. به هر حال من میخوام برم یک کمی قدم بزنم و از این هوای خوب لذت ببرم. اگه دلت خواست تو هم بیا. نمیام. تیغ تیغی از لونه بیرون رفت. هنوز خیلی از خونه دور نشده بود که خرگوش دید. صبح بخیر خرگوش. صبح بخیر تیغ تیغی. ببینم نکنه اشتباه میکنم، تیغ تیغک نیستی ها؟ آخه شما دوتا اینقدر شبیه هم هستی که من معمولا گیج میشم. کاش لاقل یکیتون قشنگتر بودید. خب حالا که نیستیم، حالا که نیستیم، خب چی کار کنم؟ من و تیغ تیغک هر دوتا مون همین شکلی هستیم دیگه. میخندی؟ چقدر خندیدم. ببینم حالا چی شده که تنها اونم صبح به این زودی از لونه زدی بیرون؟ دیدم هوا خوب و خودکه، گفتم بیا یک کمی قدم بزنم و از این هوای بهاری لذت ببرم. از اومده قدم بزنم. بله بله. ولی من بهت پیشنهاد میکنم از اون پاهای کوتاه و کجت استفاده های بهتری بکنی. آخه حیفه این پاهای کج و کوتاه. ببین خرگوش، شاید پاهای من کوتاه و کج باشه، هست حتما، اما خیلی خیلی از پاهای خرگوشی مثل تو قوی تر و تندتیزتره. چه باز؟ یعنی تو ادعا میکنی که پاهای کوتاه و کجت از پاهای من که یه خرگوشه با همه میدونم با چه سرعتی میتونم با تو هم قوی تره؟ بله بله بله، من میتونم اینو بهت ثابت کنم. ما میتونیم با همدیگه مسابقه بدیم، هر کی زودتر خسته شد بازنده است. باشه قبوله قبوله. پس ببین از اینجا تا دم نهر اینقدر میریم و بر میگریم تا تو خسته بشی و من برنده. میگم جایزه چی باشه؟ جایزه
بیمار. عذرخواهی و مصرف یک سال کلم. یعنی چی اون وقت؟ یعنی بازنده یک سال هر روز صبح با یک کلم تازه و خوشمزه میره دم لونه برنده و میگه ببخشید من اشتباه کردم، حالا هم این کلم تازه و خوشمزه رو برای جبران اشتباه آوردم. قبوله؟ خب جایزه مسخره‌ایه. ولی باشه قبول، میشه یه سال بی دردسر و زحمت کلم خوب آماده ای که مسابقه رو شروع کنی؟ نه آماده نیستم، چون من هنوز صبحونه نخوردم و انرژی کافی ندارم و ممکنه ببازم. یک ساعت دیگه همینجا ببینمت خرگوش جان. خدا نگهدار. تیغ تیغی با عجله به لونه برگشت و از تیغ تیغک خواست یه لباس شبیه لباس اون بپوشه و بره دم نهر آب بشینه و تا خرگوش رو دید بگه دیدی من زودتر رسیدم، و بعدم چند قدم بدوه و دوباره برگرده سر جاش. مسابقه شروع شد و تیغ تیغک همون کاری رو که تیغ تیغی گفته بود انجام داد. خرگوش با سرعت می دوید، اما هر بار با دیدن تیغ تیغک تصور میکرد که تیغ تیغی زودتر رسیده. آخه اونا خیلی شبیه هم بودن. خرگوش 99 بار با هر سختی بود رفت و برگشت. اما بار صدم از پا افتاد و بازنده مسابقه شد. پاهای خرگوش از شدت خستگی کج و خمیده و کوتاه شده بود. اما جوجه تیغی ها به اون نخندیدن، چون می دونستن مسخره کردن و خندیدن به بقیه اشتباهه. از فردای اون روز خرگوش هر روز با یه کلم تازه و خوشمزه می رفت دم لونه جوجه تیغی ها و طبق قراری که با هم گذاشته بودن به خاطر اشتباهاش عذرخواهی می کرد. جوجه تیغی ها هم چون می دونستن برنده اصلی خرگوشه و اونا فقط میخواستن که اون به اشتباهش پی ببره، خرگوش رو به لونه‌شون میبردن و ستایی دور هم کلم رو میخوردن. خداحافظ. خاله ستاره دیگه چی داره؟ بالا رفتیم ستاره بود، های خاله ستاره بود، قصه رو شید و گفت و رفت، باز برمیگرده خیلی زود، باز برمیگرده خیلی زود.